خانم و آقای درود بر شما به چند نکته فوری لطفا توجه بکنید فردا اعتصابات سراسری و قیام حد اکثریه. همین امشب برای دستگرمی تهران مشهد لاهیجان بجنورد بوکان کرج مشهد شیراز جاهای مختلف دوباره همه اومدن بیرون تظاهرات با قدرت ادامه داره چند موضوع رو خدمتون ارز بکنم این پیامی هست که ما از داخل از منابعی که میشناسیم و صحتش رو میدونیم دریافت کردیم لطفا به همه کادرهای وزارت اطلاعات و ستاد مشترک نیروهای مسلح برسونید خودشون متوجه هستن که چی هست پروژه سرهنگ 88 فعال شده همیهنان گرامی در ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پروژه سرهنگ 88 فعال شده پیام به موسوی معروف به سید مسئول تیم های خاکستری در واجا و همچنین در حال حاضر در ستاد مشترک اونجا رو هم بر عهده داره هر گونه خرابکاری علیه نیروهای خودیتون تحت نظر هست هر گونه خرابکاری مواظب باشید که به سرعت داره پشت سید علی خامنه ای خالی میشه عقب نمونید فردا شنبه برنامه دارند در صورت گسترش تظاهرات در صورت بزرگ بودن حجم تظاهرات چون با خیلی ها صحبت کردند که اعتصاب نکنند ولی گزارش های درونیشون نشون میده که اعتصاب با قدرت خواهد بود صحبت کردند اگر کد قرمز دادند نیروهای مسلح اگر کد قرمز دادند برای از بین بردن قراردادهای محرمانه با چین هارد کپی قراردادهای های محرمانه و اسناد محرمانه با دولت های دیگه روسیه اروپایی و غیره مسائلی که مربوط به امنیت ملی میشه حتما نافرمانی قرار هست بشه حتما حتما کپی رو بردارید و یا از هر طریق ممکن سیف بکنید در صورت کد قرمز خروج عمرای نیروهای مسلح هسته هایی که تشکیل شدن جلوگیری بکنید از هر گونه خروج نیروهای مسلح مخصوصا منظورمون عمرای فاسد ارتش و سپاه هست اتفاقی که امروز در تیپ 121 تکاور تبریز و تیپ 321 مرند یعنی دستگیری فلیی توسط اطلاعات سپاه افتاد برای ایجاد ترس در ارتش برای در واقع بجو برگرداندن آبی هست که دیگه خارج شده رفته تیری هست که دیگه شلیک شده و به تیردان بر نمیگرده خشم مقدس رو کسانی که صد راه پیروزی میشن نصیبشون میکنیم و همزمان همه ما مهر بیدریق رو برای همراهان و همدلان نصار میکنیم جاهایی که فردا اگر مکان سیاسی یا هر جایی تسخیر شد نمادهای ملی، نمادهای قیام، نمادهای مشترک رو اونجا به جای ارزشهای پوسیده و دروغین اینها بعد از انهدامشون قرار میدیم پیروزی با مردم بزرگ ایرانه پاینده باشید فعلا.